درود و سلام خدمت عزیزان خوش آمدین به چینل ما در مورد ترسیدن ای که خیلی هم که چطور شروع کنه که خرابکاری نکنه یا برحال ترس از شکست داره که بعدا مردم چی بگه آبروش نره مثلا از این حرفا که ما متاسفانه خب بیشتر برای مردم زندگی میکنیم دیگه که اون چیزی نگه یا این نگه اون ن... مثلا برای خود ما نیسته که بابا ما خودیم حالا حتی شکستم خوردیم خب حتی تجربه کس میکنیم با شکسته که آدم خب کلی چیزا یاد میگیره آموزش میبینه کلی مثلا یکی هستی هستش یا دیگر رو اگر شکست بخوره خب میبینه که او, او, کار کرد شکست خورد خب پس این مثلا یک کاری بهتر بکنه که شکست هر برحال پشت این شکست ها کلی موفقیت ها هست و همه چیز که در زندگی ما داریم هر کلمه ای حالا کلمه شکست یا کلمه عشق مثلا عشق یا عروسیه یا مثلا غم تو وقتی میشنوی حس درگیر میکنه یعنی رو تجربه میکنی پس ببین پشت شکستم یک کلمه حس هستش این, از کجا شنیدیم ما از کجا چرا اینطوری شده به خاطر که از دیگران ما شنیدیم که از فامیل یا دوست یا تلویزیون یا از فیلم کشیدیم که شکست یعنی بدبختی ولی اینو به ما نگفتن که وقتی که شکست یعنی هوشدار یعنی بیدار شدن یا که کسایی که خیلی موفق شدن خوب شکست ها خوردن و اصلاح کردن و رشد کردن و پیشرفت کردن بعد از اونجا تازه یک بازخورد خودش شدن یک اونجا تازه یک فهمیدن به مشکلش پی بردن که چطوری چی روی کارا کرد و چرا مثلا این اتفاق افتاد و حالا بهترش انجام بده تغییر بده یا اون شرایط را یا اون وضعیت را یا اقدام یا انتخابی که داشته حتما باعث شکست شده پس یک تغییر یک تحول همه رشد و پیشرفته ها اینطوری تا حالا به منجر به پیشرفت شده منجر به موفقیت شده اصلا کسایی که الان خیلی موفق هست فکر میکنی اصلا ناشکست شکست نخورده اصلا مگه میشه اینو پله ها رو طی کردن از هر شکستی درس گرفتن و اصلاح کردن و, و خودش یک راهی بودن برای موفقیت اگر تو بدون شکست به موفق برسی که خیلی کار خوب آفرین خیلی هم این, این خیلی کاره واقعا اما همیشه اینطوری نیست دیگه بازم شما برای ما بینویسین که شما از شکست ها تا حالا در زندگیتون چیز درس گرفتی یا آموزش یعنی مثلا شکست یا اگر یک تجربه باشه که آدم یک راهی پیدا کنه برای موفقیت برای, برای هر چیز که برای که بهتر کنه و خوب خیلی بعد نیست بر حال حالا برای ما بین نیست که شما از شکست چیزی یاد گرفتی تا حالا شکستی که خوردی ممنون خدا